تیتر اول امشب آتش مهیب در نیروگاه عباسپور اصفهان، تامین کننده برق صنایع هوایی شاهد سپاه پاسداران، تولید کننده پهپادهای ارسالی به روسیه تلاش برای مهار حریق ادامه داره. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ادامه حملات اسرائیل به غزه، ساعتی پیش فرمانده موشکی شاخه نظامی جهاد اسلامی کشته شد. دیشب هم سه فرمانده دیگر جهاد اسلامی در عملیات اسرائیل کشته شدند. جزئیات بیشتر با خبرنگارمون در جنوب اسرائیل. و در زیر ذره‌بین امشب، تحلیل اجنده شیطانی به چه معناست؟ آیا وزارت اطلاعات برنامه‌ای مدون برای برخورد با آنچه اجنده شیطانی خوانده میشه داره؟ روند سعودی انتشار کتاب‌های علوم غریبه پروژه حکومتی است یا گرایش عمومی؟ و پوتین در مراسم رژه روز پیروزی گفت که آینده روسیه به جنگ اوکراین بستگی داره. همزمان فرمانده واگنر، گروه مزدور مسکو، فرماندهان روسی رو به اقفال پوتین متهم کرد. به تیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. ساعتی پیش رسانه‌های ایران از وقوع آتش سوزی مهیب و سنگین در نیروگاه عباسپور اصفهان خبر دادند. سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان گفته آتش سوزی در یکی از برج‌های خنک کننده نیروگاه عباسپور رخ داده. بر اساس گزارش‌ها تلاش برای اطفای حریق ادامه داره. هنوز جزئیات دقیقی از دلایل این آتش سوزی مشخص نیست، اما چیزی که میشه درباره این نیروگاه گفت اینه که نزدیکترین نیروگاه و تامین کننده برق صنایع هوایی شاهد سپاه، سازنده پهپادهای شاهد 131 و 136 ارسالی به روسیه است و قطع برق میتونه در تولید این پهپادها اخلال ایجاد کنه. این نیروگاه در حاشیه زایندرود واقع شده و قدیمی ترین نیروگاه منطقه اصفهان به حساب میاد. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز میریم به لندن و همراه میشیم با همکارم مریم مقدم که این خبر رو پیگیری کرده. مریم، دقیقاً چه جزئیاتی میدونیم از آتش سوزی این نیروگاه؟ میدونم که شاهدان عینی هم برای ایران اینترنشنال گزارش هایی فرستادن. بله نیوشا، به گفته که مقامات محلی این آتش سوزی ساعت 4:30 بعد از ظهر حدوداً به وقت ایران گزارش داده شده به سازمان آتش نشانی. مقامات آتش نشانی اصفهان گفتن بعد از اینکه این گزارش بهشون رسیده انقدر به حدی آتش سوزی سنگین بوده که از شهرهای اطراف هم درخواست کمک کردن. با این حال ساعت‌های انتشار خبرها رو که چک می‌کنیم می‌بینیم حدوداً 1-2 ساعت بعدتر مقام کنترل بحران در اصفهان گفته که 80% آتش‌سوزی کنترل شده. این به نظر یک کمی عجیب میاد با توجه به ویدیوهایی که برای ما ارسال شده که نشون میده که حلقه مهیبی از دود در آسمان هست. گزارش‌های شاهدان محلی که به ما ارسال شده اینطور میگه که اول صدای انفجار شنیده شده و بعد دود به آسمان رفته. اینکه اینقدر سریع گفته شده که در یکی از برج‌های خنک کننده این آتش سوزی که رخ داده کنترل شده و خسارت جانی هم نداشته، ممکنه که برای برخی جای سوال باشه. از یک طرف برخی از کاربران به این موضوع اشاره کردن، براشون واکنش برانگیز بوده همزمانی این آتش سوزی با عملیات هایی که در شب گذشته اتفاق افتاده و چندین در واقع فرمانده ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شدن در غزه. ساعتی پیش هم باز میخوام به این نکته اشاره بکنم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنانی رو ابراز کرد که در اون به در واقع تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد یک جبهه و جبهه ترور به گفته او و کارزار علیه اسرائیل اشاره شده بود و او تاکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی همچین کارزاری رو پیش ببره. اما نکته دیگری هم که جالب توجه و حائز اهمیت اینه که اصفهان در ماه‌های گذشته شاهد چندین اتفاق بوده. مثلا در بهمن ماه سال گذشته یکی از مجتمع‌های وزارت دفاع هدف قرار گرفت. خود جمهوری اسلامی این حمله رو تایید کرد، گفت ریس پرنده اتفاق افتاده، اما گفتش که خسارت جزئی بوده. با این حال رسانه‌های اسرائیل گفتن که نه، چنین نبوده، خسارت عمده بوده و بخش تولید سلاح رو در این در واقع مجتمع صنعتی هدف قرار گرفته.
در فروردین ماه هم هولوش یک ماه پیش تسنیم و ایرنا خبرگزاری های وابسته به حکومت سپاه پاسداران در ایران گفتن یه حمله پهپادی دیگه با ریز پرنده در واقع در یک مجتمع صنعتی دیگه وزارت دفاع در اصفهان اتفاق افتاده. اما در اون زمان مقام های محلی ساعتی بعد اشاره کردن که حمله در واقع خونسا شده و ناکام بوده. با این حال مقام های محلی ساعتی بعد گفتن که نه، اصلا یه همچین چیزی اتفاق نیفتاده و این گزارش در واقع درست نیست. صحبت ها کاملا در اون زمان زد و نقیض بود. در اصفهان در نطنز هم سال 99 آتش سوزی مشابهی داشتیم که بعد گفتن یک سوله بوده، اما بعدا تصاویر ماهواره و گزارش ها نشون داد که در واقع چقدر به زیرساخت های تولید سانتریفیوژ در اصفهان صدمه دیده. ممنونم از توضیحاتت مریم. همونطور که گفتی هنوز جزئیاتی نمیدونیم، ولی کنار هم قرار دادن این عوامل چیزی که از چشم ناظرا دور نمونده و فکر میکنم در ساعات آینده، در روزهای آینده شاید گزارش های دقیق تری داشته باشیم از دلایل آتش سوزی در نیروگاه عباسپور اصفهان. همکارم مریم مقدم از لندن با ما. بر اساس گزارش‌ها نیروهای انتظامی امروز سه‌شنبه با گروهی از معلمان بازنشسته که در سنندج تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند درگیر شدند. معلمان امروز در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی داشتند. در برخی شهرها پلیس و نیروهای امنیتی به معترضان حمله کردند. علاوه بر مطالبات صنفی، عدالت آموزشی، توقف حمله‌های شیمیایی به مدارس و آزادی زندانیان سیاسی از جمله شعارهای این تجمع بود. این همه بی‌عدالتی هرگز برای گفتگوی بیشتر پویانه مکاری روزنامه نگار از بن با ما همراه میشه. آقای مکاری، از تجمعات امروز معلم‌ها چه میدونیم، به ویژه اون تجمعاتی که درشون خشونت هم بوده و ماموران حمله ور شدن به این تجمع؟ خب امروز بر اساس همون فراخوانی که در هفته گذشته منتشر شد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد که در روز 19 قرار هستش که تجمع شکل بگیرد از سمت معلمان و فرهنگیان، خب تجمع‌هایی در 15 شهر ایران دست کم برگزار شد. خب تشکل‌ها تقریبا مسالمت‌آمیز بوده، درگیری‌ها سعی شده بود کمتر باشه، اما بر اساس ویدیویی که از سنندج مثلا منتشر شده نیروی انتظامی بسیار شدید برخورد کرده و حتی الفاظ رکیکی هم نسبت به معلمان استفاده میشه. ظاهرا هم برخی از معلم ها رو کتک زدن و البته یکی از معلم ها هم آقای فرزاد صفی جانپور هم در این تجمع بازداشت شده. البته خانم آتک رجبی هم در مشهد با حمله نیروهای امنیتی به خونهشون بازداشت شدن. ایشون در تجمع ظاهرا حضور نداشتن اما حمایت کرده بودن در ویدیوی از این تجمع و البته خواهر ایشون رو هم بازداشت کردن، خانم آرزو رجبی رو در این زمینه. خب تشکل های یعنی شورای هماهنگ تشکل های صنفی قبلا هم در بیانیه خودش اعلام کرده بود که ما امیدی نداریم که جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض بکنه با اندیشه هایی که داره و با رفتارهایی که تا حالا تا امروز نشون داده، اما ما سعی میکنیم که باز هم مثل همیشه به صورت مسالمت آمیز خواسته هامون رو مطرح بکنیم و این تجمعات رو انجام بدیم. اما خب از ابتدای امسال همینجور که خودتون هم خبر دارید برخورد با فعالین صنفی، مخصوصا فعالین صنفی معلمان، به شدت افزایش پیدا کرده. پویان مکاری روزنامه‌نگار از بن آلمان، سپاسگزارم از شما. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در نشست خبریش گفته این قوه بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف، کسانی که به گفته او عمل مجرمانه نسبت به آمران معروف داشته باشند به اشد مجازات میرسونه. مسعود ستایشی اضافه کرده قوه قضاییه قصد داره شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل بده. همزمان یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته کارکنان دولت مثل رانندگان اتوبوس و مترو و همینطور خلبانان هواپیما ضابط عام هستند، چون وسیله نقلیه‌ای که در اختیارشونه وسایل حمل و نقل عمومیه. به افراد مورد نظر که موضوع سوال شما بود تعرضی انجام بدن، خدای ناکرده در چارچوب قانون مطابق موازین قانونی به اشد و تشدید با اونها برخورد میشه.
فروغ کنعانی فعال حقوق زنان از فرانکفورت آلمان با ما همراه میشن. خانم کنعانی، ترغیب به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره میکنه کسانی که انگیزه دارن که تذکر بدن، حتی بیش از تذکر پا رو فراتر بزنن، از رانندگان و اینها داره کمک میگیره، دنبال چیه مشخصا؟ درود بر شما. ببینید، تیپیکال یک حکومت دیکتاتوری متاسفانه بدین ترتیب هست که چون امکان کنترل تمام آنچه که از شهروندان میخواد رو نداره، لاجرم مجبوره که شهروندان رو در برابر هم قرار بده. این البته حرکت جدیدی نیست. همین که در مدارس مثلا مدیران مدرسه تماما بایستی مواظب تمام آنچه که در فضای مدرسه میگذرن باشه. وجود انتظامات در دانشگاه‌ها، در ادارات، وجود واحدهای حراستی و عقیدتی و غیره، همه بیانگر قضیه هست که یک عده که احتمالاً هیچ هنر دیگه ای ندارند این شغل رو انتخاب میکنند که بتونن ضابط اخلاقی مردم باشن. چون نمیتونیم بگیم قضایی، برای اینکه این در واقع یک جرم واقعی با توجه به مضمون جهانی صلح و حالا به هر حال حقوق بشر ندارین که مردم چی پوشیدن یا چی نپوشیدن، قاعدتا نباید به دولت یک کشور مرتبط باشه. اما اون چه که جمهوری اسلامی داره در این میان فراموش میکنه سرکار خانم این هست که مردم رو داره در موقعیت فقط تحمل شرایط و به قول معروف آرامش پیش از طوفان قرار میده. شما نگاه کنید در این 8 ماه گذشته که این جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رخ داد، جمهوری اسلامی به هیچ وجه کوتاه نیامد، از هیچ کدوم از مواضعش عقب نشینی کرد. و این که زنان ما هم بی‌حجاب در خیابون‌ها هستند رو به هیچ وجه نباید به پای حکومت بنویسید. این رو زنان ما به دست آوردن، مردان ما حمایت کردند و به دست آوردن، این هدیه‌ای از طرف حکومت نبوده، هیچ جا کوتاه نیامده. و همین قضیه وقتی جریان انقلابی اتفاق میفته و حکومت کوتاه نمیاد، فقط شرایط رو در حالت پیش از یک آتش فشان عظیم قرار میده. این البته بایستی حکومت رو نگران کنه، منتها از اونجا که ذات یک حکومت دیکتاتوری قائل به دیدن کمی بالاتر از آینده نزدیکش نیست، نمیتونن ببینن که در چه مخمصه‌ای دارن خودشون رو قرار میدن. در نظر بگیرید در واقع مصائب اقتصادی رو که مردم دارن تحمل میکنن، مشکلات سیاسی، بس همه مهمتر همین ناعدالتی‌های قضایی که همین الان که من و شما هستیم عزیزان هموطن ما زیر حکم اعدام هستن. تمام اینها استراب‌های اجتماعی و رفتارهای غلطی هست که یک حکومت میتونه علیه مردمش داشته باشه. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی باید منتظر عواقب بسیار سنگینی در مورد رفتارهای این چند هفته اخیرش علیه مردم ایران باشه و به زودی ما احتمالاً شاهد اتفاقات جدیدی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران خواهیم بود. فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان از فرانکفورت، ممنونم ازتون. اما امروز اینجا در شهر واشنگتن دی سی تجمعی در اعتراض به ادامه اعدام‌ها در ایران برگزار شد. این فراخوان تنها 24 ساعت پیش منتشر شده و شماری از ایرانیان مقابل دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی در شهر واشنگتن تجمع کردند. جمهوری اسلامی دیروز 2 نفر را به اتهام توهین به پیامبر اسلام اعدام کرد. همچنین بر اساس گزارش‌ها در 9 روز اخیر دست کم 26 شهروند بلوچ اعدام شدند. رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم آمار اعدام در ایران رو وحشتناک خونده و گفته به طور متوسط هر هفته بیش از 10 نفر در ایران اعدام میشن. میریم و همراه میشیم با همکارم آرش علایی از مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن. آرش، میبینم که تجمع کم کم شکل گرفته پشت سرت و ایرانیان معترض مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی جمع شدن. با اینکه این فراخوان نیوشا تقریبا کمتر از 24 ساعت قبل منتشر شده از سوی گروه هم‌مسیحی ایران، با این همه می‌بینیم که پشت سر من جمعیت قابل توجهی جمع شده. ممکنه تعدادشون زیاد نباشه ولی سر و صداشون فوق‌العاده زیاد هست. بعدی که من تقریبا نمی‌شنوم تو چی می‌گی تو در استودیو. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در چند وقت اخیر اعدام‌هایی که داره در ایران انجام میده بیشتر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت. همچنین تو گفتی فولکر تورک، دبیر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، هم گفته است که جمهوری اسلامی باید این جنایت رو متوقف کنه. و من هم در شعارهایی که الان تو این چند وقتی که اینجا هستم شنیدم توسط تظاهر کنندگان چندی مار نام برخی از افرادی رو که قرار است اعدام بشن یا اعدام شدن، مخصوصا اون
دو نفری که به جرم توهین به مقدسات در جمهوری اسلامی اعدام شدن اسم اونها رو آوردن و در مورد اینکه اعدام ها رو در ایران و جمهوری اسلامی متوقف بکنه شعار دادن. اینجا همراه من یکی از برگزار کنندگان این اعتراض هست، از اعضای گروه همبستگی ایران و سیامک آرام. 24 ساعت قبل زمان زیادی نیست، به نظر استقبال چگونه بود؟ هم آب و هوا خوبی نیست، وسط ساعت کاریه و وسط هفته معمولا خیلی سخت در آمریکا این تجمعات اتفاق میفته، ولی همونطور که میبینید افراد زیادی اومدن. دلیل عمدش اینه که نه در داخل ایران نه در خارج این مبارزه متوقف نشده. علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی فکر میکنن با ادامه اعدام ها و این کشدار ها میتونن مردم رو خاموش کنن و این انقلاب رو متوقف کنن، اما همین که در سنندج میبینیم، در زاهدان، در شهرهای مختلف و در مبارزات مدنی مردم در خیابان ها میبینیم که این روب و وحشت در ایران اثری نکرده. واکنش ها رو به اعتراضاتی که مخصوصا گروه همبستگی ایرانیان در چند وقت اخیر در واشنگتن برگزار کرده، واکنش مخصوصا آمریکایی ها رو به اعتراضات شما چگونه دیدید؟ یکی از کارهای ما در خارج از کشور اینه که این آگاهی رسانی اتفاق بیفته که در ایران داره چه اتفاقی میفته، چه جنایاتی داره اتفاق میفته. من فکر میکنم این جنبش این تفاوت رو داشت که مردم و حتی حکومت ها و دولت ها متوجه شدن که تفاوتی هست بین گاورمنت و دولت در ایران و مردم در ایران، و فکر میکنم نقش خیلی از ما در خارج از کشور بوده که این رو برجسته بود. مرسی، ممنونم از سیامک آرام که اینجا به ما پیوست و برمیگردم به تو نیوشا در استودیو. ممنونم از تو همکارم رشا علی از مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی گزارش داد. بامداد امروز در حمله جنگنده های اسرائیلی به غزه 3 فرمانده جهادی اسلامی کشته شدند. در این حمله 10 فلسطینی دیگر از جمله 4 کودک هم کشته شدند. ارتش اسرائیل میگه به هدفش که از پادر آوردن شبه نظامیانی که تهدیدی برای شهروندانش بودند رسیده. در همین حال مراسم تشییع کشته شده ها امروز در غزه برگزار شد و دولت خودگردان فلسطین هم این حمله رو محکوم کرد. اسرائیل میگه این حمله که اسمش رو سپر و پیکان گذاشته با مشارکت سازمان امنیت داخلی در پاسخ به راکت پراکنی ها بوده. ساعتی پیش گزارشی منتشر شد از کشته شدن خالد الفرا، فرمانده یگان موشکی سرایای قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی در جنوب غزه. همکارم بابک اسحاقی با ما همراه میشه از جنوب اسرائیل و در نزدیکی سپر آهنین. آرش، میبینم که لحظه به لحظه داره خبر میاد درباره تحولات اسرائیل. بنیامین نتانیاهو دقایقی پیش گفته اسرائیل در بین کارزاریه و آماده هر احتمالی. به دشمنانمون توصیه میکنیم که با ما درگیر نشن. از اون طرف حماس هم تهدید کرده و باز هم مقامات اسرائیلی گفتن ما رهبر حماس رو در غزه خواهیم کشت. چه میگذره اونجا؟ تو برامون بیشتر بگو. نیوشا، آنچه که امروز ما در اینجا در حال حاضر با اون مواجه هستیم، همانطوری که میبینید من جلیقه حفاظتی را پوشیدم، گنبد آهنین در پشت سر من آماده هستش، به هزاران نفر از افراد و شهروندان آبادی های دوروبر نوار غزه خانه های خودشون را رها کردن و به سوی مرکز اسرائیل آمدن و همه منتظر هستند که ببینن که واکنش نیروهای نظامی جهاد اسلامی و حماس از داخل غزه کی خواهد آمد. بدون شک پس از حمله‌ای که صبح امروز جنگنده‌های اسرائیلی در غزه انجام دادند و 3 فرمانده ارشد جهاد اسلامی را در اونجا کشتند، در کنار اون 10 شهروند دیگر غیر نظامی هم در این حمله کشته شدند، بدون شک همه می‌دونند که اسرائیل نوار غزه واکنش نشان خواهد داد و به حمله موشکی خواهد پرداخت. اما چه زمان این واقع اتفاق خواهد افتاد هیچ کسی نمیدونه. بسیاری میگوین که آقای نتانیاهو قرار هستش که پس از ساعت 8 شب به وقت محلی سخنرانی بکنه، ممکن هستش که در اون موقع واکنش نشون بدن. مسئله که در اینجا بسیار حائز اهمیت هست، کشته شدن افراد بیگناه هستند که امروز صبح کشته شدن 4-2 کودک و همچنین 4 زن در میان کشته شده ها بودند. حماس
و جهاد اسلامی اعلام کردند که انتقام اونها را خواهند گرفت. برخی از منابع میگویند که حماس در داخل نوار غزه آنچنان تمایلی به درگیری بسیار گسترده در حال حاضر نداره، اما سازمان حماس در خارج از نوار غزه که تحت حمایت بسیار جمهوری اسلامی هست و با اونها در تماس هست، زیر فشار هست که این حمله را امشب آغاز بکنه. به نظر میاد که شب بسیار پرتنشی هم در نوار غزه و هم در اسرائیل پشت سر ما هست. ممنونم از تو بابک که اونجا لحظه به لحظه این خبرها رو دنبال میکنی و با ما در میون میذاری. همکارم بابک اسحاقی از جنوب اسرائیل در نزدیکی گنبد آهنی. اما در زیر ذره بین امشب آیا اجنه وجود دارن؟ آیا به گفته علی خامنه ای جنها دشمن جمهوری اسلامی اند؟ جریان جنگیرها در دوره احمدی نژاد چه بود؟ آیا باور به علوم خفیه و غریبه در ایران عمومیه؟ امشب در زیر ذره بین روند انتشار کتاب در حوزه علوم غریبه و عرفانهای نوظهور رو بررسی میکنیم. در فایل صوتی که چندی پیش دیگروان منتشر کرده بود، یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات ادعا می‌کنه در آخرین مراحل اعتراض‌های سراسری اجنه شیطانی فعال شدن و مقام‌های وزارتخانه مشغول تحلیل ظهور اجنه شیطانی در اعتراض‌هان. اینا یه طرف ما تو این فتنه برخلاف فتنه‌های قبلی که خیلی موضوع برجسته نشد، بدون تعارف حضور و ظهور بروز اجنه شیطانی رو داریم تحلیل میکنیم. این خیلی موضوع مهمی است، توجه کنید. این اولین باری نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اجنه و علوم غریبه صحبت می‌کنند. مسائل جن و جنگیری در سطوح بالای نظام هم جدی گرفته میشه. مثلا دشمنی جن‌ها با نظام پیش از این بارها از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود. خامنه‌ای گفته هم دشمنان جنی داریم هم دشمنان انسی. خب ما دشمن زیاد داریم. تعجب نباید کرد. عرض کردم در قرآن خدای متعال می‌فرماید که وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، دشمنانی هم دشمنان جن جنی هم دشمنان انسی وجود دارند و اینها به هم کمک هم می‌کنند. این نمودار تکرار واژه جن در سخنرانی‌های علی خامنه ای. واژه جن در طول این سال‌ها دست کم 37 بار در سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی چه به عربی و چه به فارسی تکرار شده. در بیشتر این موارد خامنه ای جن‌هایی که بهشون باور داره و استفاده از اونها رو به دشمنان نظام ربط داده. اگه به روند انتشار کتاب درباره این موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم که انتشار کتاب‌های مربوط به علوم غریبه از اول انقلاب به این سو بیشتر شده. از موضوعاتی چون عوالم پس از مرگ، اجنه و ارواح بگیرید تا فالگیری و کفبینی و تلپاتی و البته عرفان‌های نوظهور مثل عرفان حلقه. می‌بینید که روند انتشار کتاب‌های علوم غریبه و خفیه در سال‌های 84 و 85 به اوج خودش رسیده و بعد روند نزولی داشته، اما دوباره از سال 95 تا سال 1400 به روند صعودی تغییر جهت داده. به طور کلی روند انتشار این کتاب‌ها در دوران جمهوری اسلامی صعودی بوده. نقطه اوج انتشار کتاب‌های درباره علوم غریبه با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همزمانه. احمدی نژاد یکی دیگه از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی که رابطه او با جنگیرها در دوره دوم ریاستش خبرساز شده بود. قضیه بسیار جدی بود تا اونجا که دولت احمدی نژاد این اظهارات رو تکذیب کرد، اما سخنگوی وقت قوه قضاییه همون موقع تایید کرد که دو نفر در رابطه با پرونده جنگیری در دولت احمدی نژاد دستگیر شدند. در همین رابطه آمنه سادات ذبیح‌پور خبرنگار وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سال 97 نوشت احمدی نژاد با کمک رمال و فارگیر می‌خواسته کاری کنه که خامنه‌ای فوت کنه. مسئله جنگیری در دولت چنان بالا گرفت که مصباح یزدی عضو وقت مجلس خبرگان گفته بود احمدی نژاد سحر و جادو شده و رفتارش عادی نیست. ما عناوین منتشر شده علوم غریبه در سال 1400 رو به سه دسته
تقسیم کردیم. عوالم پس از مرگ و عالم غیب که مثلا اجنه رو در اون گروه دیدیم. در دسته دوم فالبینی، عناوین تعبیر خواب و سحر و جادو و پیشگویی رو قرار دادیم. عناوینی چون عرفان حلقه، تلپاتی و فراروانشناسی و کارما و چشم سوم رو در دسته عرفان‌های نوظهور گذاشتیم. میشه دید کتاب‌هایی که با موضوع عرفان‌های نوظهور و واژه‌هایی که به نوعی وارداتی هستند سهم عمده‌ای از عناوین منتشر شده در سال 1400 دارن، هرچند هنوز موضوعاتی که میشه گفت به نوعی مذهبی هستن پیش تازن. این هم بگم که ما کتاب‌های دعا رو در این آمار لحاظ نکردیم و شاید تعجبی هم نداشته باشه که پس از تهران قم دومین شهریه که بیشترین عنوان کتاب در مورد علوم غریبه در اونجا منتشر شده. اتفاقا در همون فایل صوتی افشا شده از مقام وزارت اطلاعات گفته میشه که از علما برای مبارزه با اجنه شیطانی کمک گرفته شده. با بعضی از علما در مواجهه با این اجنه شیطانی چه باید کرد؟ یه دستورالعمل‌های راهکارها. آقا صدای اذان به شدت مؤثره. معزنه ها، ادارات، خانه ها، اینجا باید صدای اذان پخش بشه. صدای اذان در یک منطقه اینها رو فراری میده. برگردیم به موضوع کتاب ها. برخی از عناوینی رو که در بازار کتاب ایران موجوده اینجا آوردیم. تعبیر خواب آسان و شیطان شناسی که هر دو مؤلف ایرانی دارن و این کتاب تلپاتی، افشای اسرار ارسال پیام های تلپاتی و رشد روانی که با ترجمه وارد زبان فارسی شده. این نمودار هم چهار عنوانی رو که بیشترین شمارگان رو در سال 1400 داشتن نشون میده. یکی از این کتاب های پورتیراش کتابی درباره علوم غریبه بوده. کتاب اول و دوم کتابی با عنوان تحکیم روابط همسران در دوره کرونا بوده. در رده سوم کتاب خاطرات قاسم سلیمانی با تیراژ 140,000 نسخه و در رده چهارم باز هم کتابی با عنوان 3 دقیقه در قیامت، تجربه زندگی نزدیک مرگ با تیراژ 100,000 نسخه در ماه اردیبهشت 1400 بوده. همونطور که گفتیم مسئله علوم غریبه در ایران فقط مورد توجه عوام نیست و در سطوح بالای حکومت هم به اون توجه میشه و جدی گرفته میشه. نمیشه با قطعیت گفت که رشد سعودی یک عناوین کتاب‌ها در مورد علوم غریبه پروژه حکومتی یا گرایش عمومی. برای بررسی بیشتر این موضوع احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ما همراه میشه. آقای مهرابی، چقدر میشه گفت مسئله اجنه چیزیه که واقعا جمهوری اسلامی در تحلیلاش در نظر میگیره، روش حساب میکنه، باهاشون مبارزه میکنه؟ تا در دوره‌ای حالا بیشتر شاید میشه گفت که موضوع اجنه از نگاه مثبت هم اشاره میشد، به خصوص در دوره جنگ ایران و عراق که مثلا این تصورها مطرح میشد که اجنه به کمک رزمندگان ایرانی اومدن، یا برخی از مقامات در مصاحبه هاشون به هر حال یک گونه ای صحبت میکردن که مثلا یک اجنه هم بودن که به کمک رزمندگان می اومدن. در خاطرات مقامات جمهوری اسلامی هم ببینین، مثلا خاطرات آقای رفسنجانی، نمونه های متعددی هست که فلان مقام اومده گفته که مثلا فردی اومد جنگیری کرد، یا بحث های مشابه. حالا این موضوع بخش های مختلفی داره، مثلا حتی موضوع هیپنوتیزم هم به شکلی در این قالب مطرح می شد، یا این بحث انرژی درمانی که در دوره برخی از افراد خیلی به خاطرش مشهور بودن و حتی با مقامات جمهوری اسلامی دیدار می کردن و مثلا به این چیزهای خودشون را نشون می دادن، روش هایی که داشتن برای انرژی درمانی، یا بحث های مشابه. حتی در مواردی چهرهایی که در خارج، برخی از افرادی که در خارج از کشور بودن، ایرانیان خارج از کشور، در دیدارهایی که با مقامات جمهوری اسلامی داشتن سعی می کردن که به تعبیری نمونه های علمی را بیان بکنن در این باره. حتی برخی از محافظان روایت هایی دارن که مثلا فلان فرد می اومد و به فلان مقام می گفت که من این نمونه علمی را دارم، و حتی اون مقام دستور می داد که مثلا برخار رو خاموش کنید برید بیرون و ببینیم که این فرد چه اقدامی انجام میده. از این جهت مثلا موضوعی نبوده که بگیم مقامات جمهوری اسلامی باش برخورد می کردن یا حداقل نگاه منفی بهش داشتن، بلکه بسیاری از مقامات تا حدودی شاید نگاه مثبت هم داشتن، حتی مقامات خیلی بالا، یا حتی مقاماتی مثل آقای خرازی وزیر خارجه در خاطرات آقای هاشمی است که یک نمونه ای را بیان میکنه از این اتفاقات. این موضوع اما در دولت آقای احمدی نژاد به دلایل مختلفی بیشتر پررنگ شد. یکی این که خود آقای احمدی نژاد تمایل داشت که
موضوع امام زمان یا بحث های مشابه رو مطرح بکنه. بخشیش هم ممکن بود که مخالفان به نوعی اغراق میکردن در اتفاقاتی که به خصوص درباره آقای مشایی مطرح بود و شاید از این حربه مثلا میخواستن که اون استفاده سیاسی رو بکنن، اما خود دولت آقای احمدی نژاد هم خیلی تلاش نمیکرد که رفتار مخالفی نشون بده. از این جهت این موضوع خیلی در فضای سیاسی رونق گرفت، ولی به این معنا نیست که قبلا وجود نداشت. البته این تا حدودی باش حکومت موافق هست که در حوزه اقدامات خود حکومت باشه، یعنی افراد معتمد مقامات حکومت باشن، اما در برخی از موارد هم اتفاقا برخورد میکنه اونهایی که احساس بکنه خیلی روشون کنترل نداره یا اونها میتونن هوادارانی داشته باشن و گروهایی داشته باشن که خودشون یک مرجعی بشن و حتی در مواردی در مقابل حکومت باشن. سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار برلین با ما. اما خبری فوری داریم. در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی در دولت پاکستان نوشته امروز و بعد از بازداشت عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، یکی از حامیان او جونش را از دست داده. درگیری بین پلیس و حامیان عمران خان باعث مجروح شدن ده‌ها نفر شده و حالا گفته شده که یک نفر از اونها کشته شدند. در خبری که همونش رو گفتم دقایقی پیش منتشر شد، رویترز به نقل از یک مقام رسمی در دولت پاکستان نوشته امروز و پس از بازداشت عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، یکی از حامیان او جونش رو از دست داده. درگیری همونطور که گفتم بین پلیس و حامیان عمران خان باعث مجروح شدن ده‌ها نفر شده. بپردازیم به جنگ روسیه در اوکراین. مراسم رژه سالیانه نیروهای مسلح روسیه به مناسبت پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی امروز برگزار شده. در این مراسم ولادیمیر پوتین سخنرانی کرد و با حمایت از ادامه جنگ در اوکراین قبر رو متهم کرد که قصد تجزیه روسیه رو داره. پوتین هم اینطور گفت آینده روسیه به جنگ اوکراین بستگی داره. همزمان فرمانده گروه واگنر امروز به پوتین هشدار داد که به ژنرال‌هاش اعتماد نکنه، چرا که اونها اطلاعات نادرست درباره وضعیت ارتش روسیه در نبرد با اوکراین بهش میدن. همراه میشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل. آقای آریان، چقدر پریگوژین داره حرف درستی میزنه فرمانده گروه واگنر؟ آیا فرماندهان نظامی ارتش روسیه دارن پوتین رو اخفال میکنن، اطلاعات غلط بهش میدن؟ فکر نمی کنم این گونه باشه، برای اینکه آقای به هر حال یوگنی پریگوژین خیلی از این حرفا زده. اخیراً می دونیم که خیلی انتقاد کرده، یعنی انتقاد به حساب اون پیکان اون نوکتیز انتقاداتش متوجه وزیر دفاع سرگئی شایگو بوده و رئیس ستاد ارتش روسیه والری گراسیموف که اینها به هر حال سلاح و تجهیزات به ما نمیدن. یک مقدار زیادی این حرفای این به حساب جنگ سالار مال این سازمان برمیگرده به مسئله باخمود، چون در اونجا واقعا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن و اگر پیشروی داشتن این یک پیروزی گران قیمت بوده، پیریک ویکتوری، یعنی اون چرا که به دست آوردن در مقابل اون چرا که از دست دادن واقعا ناچیز هست و نزدیک به 100,000 نفر در 6 ماه گذشته روسیه کشته و زخمی داده که احتمال داده میشه نزدیک 30,000 نفر کشته شده باشند. به همین جهت با مشکلات زیادی روبروست و این انتقادها متوجه ایناست، ولی روسیه به نظر میرسه که در حال حاضر اومده در اون لیست ارجحیت هایی که براش قائل شده باخمود رو گذاشته کنار و داره تمرکز میکنه بر روی این جبهه 1500 کیلومتری و منتظر پاتک های احتمالی اوکراین است. به همین جهت تمهیداتی در طول این جبهه قائل شده از نظر لایه های بساب چند لایه، سنگرهای چند لایه، خاکریزهای چند لایه، سلاح و تجهیزات، آوردن نفرات، بسیج کردن حدود 500,000 نفر از به حساب نظامیان و کسانی که در اون مناطق اشغالی هستند و همه اینا برای اینکه مثل خارکیف و مثل خرسون
دوچار آشفتگی نشه، فریب نخوره و این شهرهای دیگر را هم از دست نده. سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل بابا. ران دی سانتیس فرماندار جمهوری خواه ایالت فلوریدای آمریکا قانونی رو امضا کرده که بر اساس اون فروش زمین‌های حساس در این ایالت به شهروندان 7 کشور از جمله ایران و چین ممنوع میشه. قانون SB 264 رو مجلس نمایندگان و سنای ایالتی فلوریدا پیشتر تصویب کرده بودن و حالا با امضای دی سانتیس این قانون از اول ماه جولای 10 تیر ماه اجرا خواهد شد. طبق این قانون شهروندان این کشور، کشورهایی مثل ایران، چین، روسیه، سوریه، کره شمالی، ونزوئلا و کوبا، در صورتی که تابعیت یا اقامت دائم آمریکا نداشته باشند، از خرید اونچه که زمین‌های حساس خوانده شده منع میشن. منظور از زمین‌های حساس در این قانون تمام زمین‌های کشاورزی و همچنین زمین‌هایی که تا فاصله 16 کیلومتری پایگاه‌های نظامی یا تأسیسات زیربنایی حساس قرار دارند. برخی از نمونه‌های تأسیسات زیربنایی حساس که در این قانون به اونها اشاره شده پالایشگاه‌های نفت و گاز، نیروگاه‌های برق، تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب، پایانه‌های LNG، بنادر و فرودگاهان. قانون SB 264 خرید زمین‌های کشاورزی در فلوریدا از سوی چین و دیگر کشورهای خارجی موجب نگرانی را ممنوع می‌کند، زیرا ما معتقدیم حفاظت از عرضه مواد غذایی یک موضوع امنیتی است و می‌خواهیم مطمئن شویم که زمین‌های کشاورزی ما تحت تأثیر نفوذ حزب کمونیست چین قرار نمی‌گیرد. اگر شهروندان این کشورها تا قبل از اجرای شدن این قانون، یعنی اول جولای 10 تیر ماه، صاحب زمین یا ملکی باشند که در این دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیره، تا اول ژانویه سال 2024، یعنی 11 دی 1402، کمتر از 8 ماه دیگه، فرصت دارن اون رو در دپارتمان مربوطه ثبت بکنن. به ازای هر روزی که ثبت زمین به تأخیر بیفته، جریمه معادل $1000 در نظر گرفته شده. زمین‌هایی که ثبت نشده باشن و جریمه‌شون پرداخت نشده باشه، ممکنه مصادره بشن. اما این همه ماجرا نیست. در اقدامی مشابه، سنای ایالت تگزاس هم به تازگی لایحه‌ای رو تصویب کرده که خرید زمین برای شهروندان ایران، چین، روسیه و کره شمالی رو محدود می‌کنه. بر اساس این طرح، خرید زمین‌های کشاورزی و معادن برای شهروندان این کشورها ممنوع میشه، حتی اگر اقامت آمریکا رو داشته باشن. این لایحه هنوز در مجلس نمایندگان تگزاس تصویب نشده، اما فرماندار این ایالت قول داده در صورت تصویب اون رو امضا بکنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش، دقیقا چه نگرانی هایی دارن این دوتا ایالت، فلوریدا و تگزاس، و چقدر این نگرانی های جدی و واقعیه؟ با فلوریدا شروع کنیم که این قانون تصویب شده و عملا قانون شده، یعنی فرماندار اون امضا کرده. ببینید، ایالت فلوریدا ایالت بسیار مهمیه، نه فقط از لحاظ وسعت، از لحاظ اهمیت اقتصادی، بلکه 20 و اندی پایگاه نظامی ما داریم اونجا. مثلا این نمونه شو عرض کنم، مرکز بهش میگیم SOCOM، Special Operations Command، مرکز فرماندهی کل نیروهای ویژه، حالا نیروهای ویژه دریایی سیل، نیروهای ویژه زمینی دلتا یا رینجر، نیروهای ویژه هوایی یا مارینز یا هر چی دیگه اونجا هستن. پایگاه 4م ناو 4م اونجا هست. حتی سنتکام که در خلیج فارس هست، دفتر اصلیش و به قول معروف مرکز اصلیش در فلوریدا است. 20 و اندی پایگاه نظامی است. من میخوام یک نکته اول رو عرض کنم، به خصوص برای بیننده های شما که اونایی که در فلوریدا زندگی میکنن نگران نشن. اگر شما گرین کارت دارید یا سیتیزن هستید، اصلا این قانون رو نادیده بگیرید، به شما هیچ ربطی نداره. پس دوباره میگم، سیتیزن هستید یا گرین کارت دارید، تافته جدا بافته اید، هیچ مشکلی ندارید. این برای کسایی هستش که سیتیزن آمریکا نیستند، گرین کارت ندارن، ولی تابعیت یکی از این کشورها مثل چین، ایران، از کنم کره شمالی، اینها رو دارن. نکته دوم، در سطح فدرال ما همیشه یک سازمانی داریم در وزارت خزانه داری به اسم CFIUS، CFIUS، کمیته نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده. سالهای سال این کمیته که به ریاست رئیس جمهوره، ولی وزیر خزانه داری، نماینده CIA، نماینده FBI، نماینده دادستانی، اونها تصمیم میگیرن که شما به عنوان یک شخص خارجی، مثلا اومدید در فلان منطقه زمینی خریدید، فلان بنا رو خریدید، آیا این حساس هست برای ایالات متحده یا نه. حالا اون اومدن در سطح ایالتی، آقای دسانتس این کار انجام داده. به نظر من
قانونیست حسنه، یعنی درست ایالات متحده حق دارد بیاد بگوید حالا به جای داره از که ایشون دموکرات یا جمهوری خواهه، جدا از این که اصلا مسئله حزبی نیست، مسئله امنیت ملی این کشوره، به خصوص این که دشمن اصلی و رقیب اصلی این کشور در آینده نزدیک و دور چین خواهد بود توی 20-50-60 سال آینده. این کار درست نیست. مسئله این استش که قانون بعدی، اونی که در تگزاس الان داره بحث میشه، اگر بیاد حقوق اونهایی که گرین کارت دارن رو بگه شما چون گرین کارت دارید با اینکه تابعیت با اینکه مقیم آمریکا هستید با این وجود نمیتونید زمین بخرید، اون یه بحث قانون اساسی و حقوق شهروندی است. هرچند که در جاهای مختلف، یعنی در زمانهای مختلف بوده که ایالات متحده گفته به خاطر مسائل حاد امنیت ملی ما میتونیم فلان جا مثلا به حتی شهروند هم زمین نفروشیم، شما به عنوان شهروند ایالات متحده نمیدید بخوره پایگاه نظامی رو بخرید، البته این در حواشی پایگاه نظامی است، ولی در صورت قانون بسیار مهم بحث خواهد شد. نکته خیلی سریع آخر، خب جنبه سیاسی هم داره دیگه، سال کارزار انتخاباتی، آقای دسانتس هم دوست دارد در خواستگاه به خصوص تندروترهای جمهوری خواه بگوید که من جلوی چین کمونیست خیلی محکم وایسادم. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، ممنونم از شما. اما خبری فوری داریم مربوط به سینما. بخش سینمای روزنامه اعتماد بر اساس شنیده هاش نوشته کسایون ریاهی و پانتا بهرام، دو بازیگر سینما که پیشتر بدون حجاب اجباری در مراسم عمومی حاضر شده بودند، به پرداخت 1,500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شدند. برای این دو بازیگر به دلیل حضور بدون حجاب اجباری در ملأ عام و انتشار تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی پرونده قضایی تشکیل شده بود. هیچ رسانه یا مقام رسمی این خبر را البته هنوز تایید نکرده. دیشب جوایز پولیتزر، مهمترین جایزه در حوزه روزنامه‌نگاری و ادبیات در آمریکا، اهدا شد. ساناز توسی، نمایشنامه‌نویس ایرانی آمریکایی، برنده جایزه بهترین نمایشنامه برای نمایش انگلیسی شد. این نمایش درباره کسانی که در ایران می‌خوان به دلایل مختلف از جمله مهاجرت زبان انگلیسی بخونند. خبرگزاری اسوسییتد پرس برای عکس‌های خبریش از شهر محاصره شده ماریوپول در اوکراین جایزه بهترین عکس خبر فوری و نیویورک تایمز برای گزارش از قتل عام مردم در شهر بوچا در جنگ اوکراین جایزه بهترین گزارش بین‌المللی رو به دست آورده. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، با ما همراه میشه. آقای معماریان، چه جزئیات بیشتری داشت جوایز پولیتزر که می‌دونیم چقدر اهمیت دارن و چقدر توجه‌ها رو جلب می‌کنن به دستاوردهایی که رسانه‌های مختلف داشتن، یک ایرانی هم که می‌دونیم برنده شده داشت؟ بله، همینطور است. به هر حال جایزه پولیتزر مهمترین جایزه روزنامه نگاری آمریکا است که از سال 1917 توسط دانشگاه کلمبیا اعطا میشه و در هر سال صدها کار در واقع به این دانشگاه فرستاده میشه برای اینکه به هر حال افراد میخوان که جزو کاندیداهای این جایزه باشن. 25,500 به هر حال مطلب و قطعه روزنامه نگاری و در حوزه‌های مختلف برای دانشگاه کلمبیا امسال ارسال شده برای جایزه پولیتزر که در میان اونها 23 نفر تونستن جایزه پولیتزر رو بگیرن و میشه گفتش که در حوزه خبری در حوزه روزنامه‌نگاری موضوع اوکراین مسئله هست که برای پوشش خبرهای اوکراین دو سه تا جایزه رو به خودش اختصاص داده، هم در حوزه از هم در حوزه خبرنگاری. اون چیزی که اما همونطور که شما اشاره کردید به نظرم امسال خیلی مهم بود، موضوع همین اعطای جایزه پولیتزر به خانم توسی بودش که در حوزه دراما یا نمایشنامه هستش و این به نظر من خیلی جایزه مهمی هست برای ایشون. نمایش ایشون به هر حال با توجه بسیار زیادی مواجه شده در طی ماهای گذشته و یه تم جهانی داره، اینکه یه سری از مهاجرین میخوان زبان انگلیسی یاد بگیرن و چجوری این زبان انگلیسی یاد گرفتن تو زندگیشون تاثیر میذاره. چیزی هستش که هر کسی که تا حالا مهاجر بوده از کشورهای دیگه مختلف به آمریکا سفر کردن، خواستن انگلیسی یاد بگیرن، به هر حال با این مسئله با این چالش مواجه بودن، به هر حال با مسئله ارتباط برقرار می‌کنه و از این جهت خب استقبال خیلی زیادی ازش شده و به نظر من مسئله مهمی است. اون چیزی که در مورد جایزه پولیتزر مهم هست، نشون دهنده این هستش که به هر حال یکی از جنبه‌هاش این هستش که چقدر این کار روزنامه‌نگاری، کار رمان، کار شعر، نقد در حوزه‌های مختلف یک جور در خدمت خدمات، یعنی خدمت مردم هست، چقدر چجوری کمک می‌کنه به هر حال اینکه مردم آگاهیشون بالاتر بره. از این جهت به نظر من به هر حال این نمایشنامه خانم توسی هم در همین مسیر هست، فهم ما رو نسبت به دنیای مهاجران بیشتر میکنه و از پیچیدگی‌هایی که در سر راهشون هست به هر حال آگاه میکنه. ممنونم از شما.
متشکرم. امید و معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. تیتر اول اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا و تیتر اول دیگه شما.